يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جمعه، روزی که در نماز آن وحدت، یکپارچگی و بیداری امت اسلامی به نمایش گذاشته می شود. بخش زنده خطبه های جان بخش نماز جمعه مسجد جامع بزرگ هرات روزهای جمعه ساعت 12 از تلویزیون اسلامی نگین القیاس. منادی حق دستور می‌دهد تا اینکه منادی حق اعلان کند در میدان عرصات قیامت و اعلانش از این قرار است: انتلکم الجنت، این که همین جنت که شما می‌بینید. اشاره به این است که جنت در روز قیامت مزین و نزدیک می شود برای متقیان و پرهیزگاران، همینطور که خداوند جل جلاله می فرماید و ازلفت الجنت للمتقین، نزدیک گردانیده می شود و مزین می شود جنت برای متقین و پرهیزگاران، برای آنانی که از شریک آوردن به خدا پرهیز کردند، برای آنانی که از محرمات پرهیز کردند، برای آنانی که حقوق شریعت را رعایت کردند، برای آنانی که برای خدا بندگی کردند و در اخیر لحظات مرگ زبانش گویای کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله بشود و از دنیا با ایمان رحلت کند، خداوند جل جلاله برای منادی حق میگوید برای اینها اعلان کن که جنت برای همین متقیان و فریضگاران مزین و نزدیک شده است. دروازه‌های جنت گشاده می شود، ولی پیش شرط در آیه مبارکه اینجا گذاشته است: بما کنتم تعملون. این جنت را خداوند جل جلاله برای شما مزین و آماده ساخته است به مقابل آنچه شما عمل کردید. خود جنت طیب و پاک و منزه است. در جنت دروغ وجود ندارد. در جنت کینه و حسادت وجود ندارد. در جنت تعدی و ظلم وجود ندارد و کسی که خواسته باشد خود را آراسته برای دخول جنت سازد باید متصف به همین صفات باشد، یعنی در دنیا دروغ نگوید، در مراحل بندگی غیبت نکند، تعدی به مال و جان و آبروی انسانها نکند، حدود شریعت قرآن محمدی را محافظت کند که اساس تقوا بر حفظ الحدود است، که حدود شریعت باید ملاحظه شود. پس جنت را خداوند جل جلاله به مقابل اعمال صالحه می دهد. اعمال صالحه دو بخش دارد: یکی چیزهایی که انجام داده نیست، انسان باید اونها را انجام بدهد و عملی کند که برات از فرائض و واجبات و سنت ها و مستحبات باشد، و قسمت دیگر و بود دیگر اعمال صالحی بنده چیزهایی که نکردنی و باید ترک شود، یعنی از اونها پرهیز شود. یعنی اشاره به این می شود که همونطور که انسان
خواست باشد از انواع و اقسام مریضی ها و مصیبت ها پاک شود، باید مراجعه به طبیب حاذق بکند و او طبیب حاذق نسخه شفا بخشی، گرچه شفا از طرف خداوند جل جلاله است، ولی سبب ظاهریش همو عملی ساختن فرمول دستور دکتر و طبیب است. او دوار باید از داروخانه بگیرد و او دوار استفاده کند و پهلوی دیگرش پرهیزهای دیگه، چیزهایی که به وجودش ضرر دارد با این دارویی که میخواد استفاده کنه او خونسا نسازد، بعد از او چیزها پریز کند. مراحل بندگی هم همین قسم است. یک تعداد اعمال است که ما باید اونها رو انجام بدهیم که از قبیل فرائض باشد و واجبات باشد و سنت ها باشد و مستحبات باشد، از قبیل نماز و روزه و زکات و حج و تسبیح و تعلیل و ادای حقوق والدین و ادای حقوق همسایه ها و ادای حقوق جامعه و یک تعداد کارهایی که باید انسان از اونا اجتناب کند، مثلا دروغ نگوید، غیبت نکند، وعده خلافی نکند، تمام صفات رذیلهی که سبب خباثت وجود انسان میشود و عبادات انسان را کمرنگ میسازد، از اونا باید پرهیز و اجتناب کند. اینا عبارات از اعمال صالح هاست. همونطور که در سوره مبارکه عصر میفرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همه انسان ها در زیانن مگر کسانی که ایمان به خدا آوردن و در پهلوی ایمان اعمال نیکو و شایسته را انجام دادن. پس اعمال صالح سبب دخول جنت می شود. بدین اساس تنها ایمان آوردن همونطور که در آیات مبارکه است ذکر شده باید اکتفا نشود. ما زمانی که قرآن میخوانیم میبینیم چی میگوید خداوند جل جلاله، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم الآیات. میگه آیا میپندارند انسان ها و اکتفا شود به محض این که اونا بگویند ما ایمان آوردیم و اونا در بوته امتحان و آزمایش قرار نگیرند؟ نخیر، تنها به ادعای ایمان یا به گفتن کلمه طیبه باید اکتفا نشود، زیرا که خداوند جل جلال می فرماید سنت الهی بر این است که همه امتها را امتحان می کند، از انبیا گرفته تا اولیا تا آهاد امتها، اونها امتان سابق، پیامبران سابق، دوستان خداوند جل جلاله که در امتان سابق بودند، همه را خداوند جل جلاله امتحان کرده است و آزمایش کرده است. و فلسفه امتحان لیمیز الخبیث من الطیب، همونطور که در کوره یک طلا و نقره یا یک جواهرات باید پاک و منزه شود، غلغاشش پاک شود، انسان باید در کوره بندگی ساخته شود و او کوره عبارت از امتحانات الهی است. در مراحل امتحان و عند الامتحان یکرم الانسان او یهان، زمانی که انسان در بوته امتحان و آزمایش قرار گرفت اونجا مشخص می شود که کرامت انسانی را در دست دارد یا کرامت انسانی را از دست دارد. همونطور که ما در امتحانات یک تعداد انسان ها کامیاب و یک تعداد انسان ها ناکام، در مراحل بندگی هم همون قسم است. خداوند جل جلالو پیامبران را امتحان کرده است. چون این حضرت ایوب علیه السلام به انواع و اقصاب مصیبت ها و بلاها، صحت بدن را از او میگیرد، اموال دارایی را از او میگیرد، قوم و قبیله و خانواده و خداوند جل جلاله از او میگیرد، به مرحله ای میرسد که از شهر جایگاه زیست و بوده باشه از او بیرون میکنم، در یک بدن در بیابان او را میاندازم. و در اون مراحل خداوند جل جلاله برای حضرت ایوب میگوید سحرگاه
ای ایوب در چه حالی؟ حضرت ایوب میگوید پروردگارا راضیم به قضای تو. خداوند جل جلاله به حضرت ایوب میگوید ای ایوب، اگر یک آیه که اشاره به گلایه و شکایه میشد از دهانت بیرون میشد، نام تو را از صف اولیای خود میتراشیدم. همین اساس است که ما در هنگام مصیبت ها و بلاها انا لله و انا الیه راجعون میدهیم، صبر و شکیبایی را پیشه میکنیم. پس هیچ بنده و هیچ امتی و هیچ پیامبر، هیچ ولی و دوست خدا خالی از امتحان و آزمایش نبوده است. همین در مراحل زندگی خداوند جل جلاله همه انسانها را، همه قشرهای انسانها را امتحان میکند. جوان را در هنگام نیروی جوانیش او را امتحان میکند، فقیر را در حالت فقر و تهیدستیش امتحان میکند، غنی را با ثروت و داراییش امتحان میکند، عالم را به علمش امتحان میکند. هر کسی را که خداوند جل جلاله نعمت را برایش داده است، توسط همون نعمت اون را امتحان میکند، که اون نعمت را در راه رضای خدا به کار میاندازد و یا در راه سخط و غضب و خشم خدا. انشاءالله که خداوند جل جلاله برای ما و شما توفیق بدهد تا اینکه ما نعمات الهی را در راه رضای الله جل جلاله مصرف کنیم و در بوته های امتحان و آزمایش صبر و شکیبایی داشته باشیم، تا اینکه امتحان ما درست و کامیاب از این مراحل امتحان برآییم. ببینیم حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را درفشانی نمودند. حضرت کلیب پسر حازم راوی حدیث است، می فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیامبر خدا شنیدم، یقول و میگفت پیامبر خدا، اصحاب کرام مهاجرین و انصار هم همه جمع‌آوری کرده در مسجد، در اون محفل به اونا اعلان میکنند، یا قوم اطلبوا الجنه بجهدكم، ای مهاجرین، ای انصار، ای صحابه کرام، ای قوم و قبیله پیامبر، ای اهل خانواده و اهل نجیب پیامبر، به نسب خود اتفا نکنید، اطلب الجنت، بطلبید جنت را، بجود کن به زحمات خود. شما که خاندان نبوتید، باید عبادت و خداپرستی شما به همون پیمانه از انسانهای عادی بالاتر باشه. شما که مهاجرین انصار صحابه پیامبرید و خداوند جل جلاله شما را مرتبه صحبت که بعد از نبوت بلندترین درجه، درجه صحبت انبیاست، مرتبه صحابه، همونطور که پیامبر خدا می فرماید خیر القرون قرنی، بهترین قرنا، بهترین زمانه ها و زمانه هایی که من در اونجا حیات دارم و بوده باش میکنم، و پیامبران صحابه های دارن و صحابه های پیامبران بعد از پیامبران درجه دوم را خداوند جل جلاله برای از اونا عطا کرده است. اونا باید تنها به صحبت اکتفا نکنن، بعد مجاهده کنن، مجاهده با نفس خود، مجاهده با شیطان درونی، مجاهده و مبارزه با شیطانهای بیرونی، شیطانهای انسی و جنی باید مبارزه کنند. زرق و برق دنیا اونها را شیفته و آشفته خود مسوزند. شما بریم حضرت لوط پیغمبر، ولی زوجه و همسر حضرت لوط جهنمی و دوزخی است. فرعون انا ربکم الاعلا میگوید، بی بی آسیه رضی الله تعالی عنها همسر فرعون از زنان تراز اول اهل جنت است. ببین پس معیار و میزان برتری تقوا و پرهیزگاری و اعمال صالح است. پس بدین اساس
پیامبر خدا برای صحابه کرام دستور میدهد و برای تمام امت، جمله ام است، پیامبر خدا جامع الکلام است. در یک جمله که از دهان مبارک بیرون می شود، محققیتش فراگیر است، کل عالم بشریت را منور و مزین می سازد. سعادت کل جامعه بشری در یک گفته پیامبر است که چی باشد؟ طالب جنت توسط اعمال صالح، توسط زحمات خود مطالب جنت بشه. یعنی تنها به زبان طلب کردن جنت باید اکتفا نشود. یا قوم اطلب الجنت، ای امتم طالب جنت بشوید، بجود کن به زحمات خود، باید جد و جهد داشته باشید، باید سعی کوشش داشته باشید. شما ببینید مجاهدین، مجتهدین کرام، مجاهدین سر به کف در راه خدا مبارزه میکنن. در حوالی مدینه دو قبیله بزرگ از یهود قرار دارد به نام بنی قریظه و بنی نذیر. توسط ارشادات پیامبر و زحمات مهاجرین انصار اینا قلقم میشون. پوره طیبه مدینه منوره این خبث و خباثتی که به حوالی مدینه قرار دارد اینا را هم برطرف میسازد و نابود میسازد. همینطور که پیامبر خدا میفرماید که مدینه منوره طابه و طیبه است، مانند کوره است، کوره که طلا و نقره و زیورات در داخل از آن داخته شد و قش خود بیرون میکند، یک طرف میسازد و همون زلال و آب خالص جوهر میماند. مدینه منوره همون قسم است. منافقین چهره اینا مشخص میشه. بنی قریظه و بنی نذیر یک تعداد تبعید میشوند، یک تعداد کشته میشوند. این به اثر سه زحمات و سعی کوشش مجاهدین صدر اسلام است. شما بریم در زمان خلافت راشده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تا جبل الطارق که شاخ اسپانیا است، تا اونجا پرچم توحید لا اله الا الله و محمد رسول الله به اهتزاز در می آید. مسیحیان کاتولیک که در سرزمین اسپانیا قرار داشتند، اون زمان به نام اسپانیا نبود، به نام اندلس بود، اونا همه یا مشرف به شرف اسلام میشوند یا تبعید میشوند و یا اسیر مسلمان ها میشوند. طارق فرمانده لشکر حضرت عمر سر کوهی که به شاخ اسپانیا قرار دارد پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله اونجا می نشانه و به اعتزاز در میاره. همون کوه به نامش یاد می شود، به نام جبل الطارق، که بره فعلا در جهنم ها که شما ببینیم جبل الطارق در اونجا به نام او یاد می شود. تا فلیپین و مالزی، تا این جزایر جنوب شرق آسیا همه مشرف به شرف ایمان اسلام می شود، همه توسط زحمات مهاجرین و انصار. شما زمانی که به کابل تشریف می بریم برم شهدای صالحین رو ببینیم، یک تعداد صحابه کرام در اونجا جهاد کردن، مبارزه کردن و شهید شدن و مقبره و جایگاه اونها به نام شهدای صالحین یاد میشود. همین مسجدی که ما و شما قرار داریم در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی به تاریخ 29 هجری هرات فتح میشود، توسط لشکر مجاهدین و فرمانده لشکر احنف پسر قیسه. اینجا بتکده بوده، بتخانه بوده، آتشکده بوده، معبد بودایا بوده. 5000 سال قبل معبد بودایا بوده، ولی توسط زحمات مهاجرین و انصار، مجاهدین صدر اسلام، هراتی ها مشرف و شرف اسلام میشوند و این بتکده و این آتشکده و این خانه که غیر خدا پرستش می شده منهدم می شود و نیست نابود می شود، مبدل به یک
مسجد معبد مسلمان ها می شود. قدامت تاریخیش از تاریخ 29 هجری است. مجتهدین کرام، شما ببینید هزاران کتاب داریم مسائل اجتهادیات مجتهدین است. اینا به اساس زحمات و خونجگیری اونها، یک تعداد از مجتهدین اینها کتاب‌های دینی مسائل اجتهادیات را به قلم نئی می‌نویسند. همه قلم نئی که سر می‌کنه به کنار خانه خود، همه تراژه‌های قلم را می‌گذاره، یک توده بزرگ می‌شود. با وسیط نامه خود می‌نویسد که آبی که من می‌خوام در او غسل کنم بعد از این تراژه‌های قلمم که قرآن کریم نوشته شده، احادیث پیامبر نوشته شده، مسائل اجتهادی مجتهدین نوشته شده، باید به آب غسلم به او گرم شود، به جوش بیاید. همین می شود که آب غسل از او به همون تراژه‌های قلم نهی از او به جوش میاد. بازم یک مقدار تراژه‌های قلم نهی از او اضافه می ماند. چقدر زحمات کشیده شده. هر مسئله ای که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اونا را در کتاب ها درج میکردن، شورای عالی داشتن 40 نفری که عبارت از حضرت ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام حسن شیبانی و بقیه علمای بزرگ اون زمان اینا هم نشسته مثلا به شور و مشوره تصویب می شود. 70,000 مسئله دینی در کتاب ها درج شده که در اونجا پاسخ برای مسائلی که در این زمان جامعه بشری نیاز به او پاسخ داشته باشند توسط زحمات اونها درج شده در کتاب ها. شما می بینید کتاب های فقه حنفی که در جهان اسلام سخن اول رو می زنه. شما بینید در عموم دیوبند، در جامع الازهر مصر، در جامعه ام القرى یعنی دانشگاه مکه معظمه، در جامعه اسلامی مدینه منوره یعنی در پانتون اسلامی مدینه منوره و در جهان اسلام، حتی کسانی که مشرف و شرف مذهب مهذب امام معرفه نیستن بازم از مسائل او استفاده میکنن، از اجتهادیات که امام معرفه رحمت الله علیه در زمان حیات خود اجتهاد کردن استفاده میکنن. پس اسلام مزار خونجگری به ما و شما رسیده است و ما باید از اسلام پاسداری کنیم. هر بنده که برای خداوند جل جلاله میخواهد بندگی کنم در همه احوال باید ما بنده به خدا باشیم. همونطور که در حالتی که مریضیم تن ما سوز و الم دارد الله الله میگوییم، در زمان صحت بدنم باید خدا را فراموش نکنیم. همونطور که در زمانی که ختم قرآن کریم داریم متواضع، شکسته حال، پریشان خاطر، با حضور قلب، در زمانی که مجلس عیش و عشرت عروسی است در اونجا باید خداوند جل جلاله فراموش نکنه. ببینیم خواجه انصاریان میفرماید 1,000 نعمت بنهاد دهان را به شکر نگشادی، چون یک بلا فرستاد به فقان و ناله افتادی. تمام عمر از نعمات الهی استفاده می کنیم ولی حاضر نیستیم که به خدا بندگی کنیم. به معنی که چشم ما درد کند یا گوش ما یا دندان ما یا قلب ما شب تا و صبح الله الله می گوییم. شبی که خسته و بیماری خدای را می خوانی و تضرع و زاری، ولی شبی که تندرستی پروای یاد کردنش نداری. چنین نباشد
شرط محبت و وفاداری. درست است در رحمت خدا همیشه باز است، ولی ما باید ایمان کامل به خدا داشته باشیم، یقین به مقدسات داشته باشیم، از دین حمایت و پاسداری کنیم، از اهل دین حمایت و پاسداری کنیم. ما در مراحل متعدد شاید متوجه نشده باشیم خداوند جل جلاله ما و شما را امتحان میکند. زمانی که فرهاد دریایی خواننده به عنوان هنرمند به حیرت میاد و میدان هوایی صدها مطر به استقبالش میرود، ولی یک عالم دین، یک قاری جید کشور، یک دانشمند بعد از سالها و بعد از مدتها مهرات تشریف دارد، هیچ استقبال نمی شود، هیچ تفقد و دلجویی در رابطه با او نیست. ما باید از دین پاسداری کنیم، از اساسات دین پاسداری کنیم. انگلیسی را حاضرم که ماهانه 500 افغانی بدیم ولی اولادان ما برای انگلیسی تعلیم کنند، ولی به مسجد که قرآن بیاموزد، همون الحمدلله، همون قل اعوذ برب الفلق، همون قل اعوذ برب الناس، همون قل هو الله، اینا متن قرآن کریم است. برای آموختن قرآن حاضر نیستیم. یک نان پنجشنبه که امروز پنجشنبه اولاد خود به مسجد روان نمیکنه، امروز پنجشنبه نرو، همون دعایی که توی هفته میخوایم بدیم نده. بالاخره مسجدها باید موسم زمستان همینطور که کرسه ها مال و مال و پر از اولاد ها هسته، مسجد ها باید پر از این باشد که تعلیم اسلامی داده شوند. زیربنا و اساس اگر درست نباشد، زیربنا و اساس انگلیسی باشد یا لغات خارجی باشد، چی می شود؟ به دست خود اولاد خود به هلاکت داره. مولانا محمد عمر سربازی، شما همین آیه مبارکه، جوانانی که شرف حضور داریم شما تبیین القرآن، همین آیه مبارکه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بریم مطالعه کنیم چی تشریحات داده. میگه هلاکت، به دست خود به هلاکت دادن دو نوع است. یک نوع هلاکت مادی است که انسان جهاد نکنه، برای مجاهدین خدمت نکنه، با کفار و مسیحیت و یهودیت مقابله نکند، با دست خود خود رو به هلاکت داده. یک نوع هلاکت است. یک نوع هلاکت دیگر این است که اولادها را در ابتدایی که اینها فکر اونها رو به انکشاف است، به طرف مکاتب خارجی، به طرف آموختن لسانهای خارجی بفرستیم، لسان عربی جاد نداشته باشن، لسان قرآن رو نیاموزن، زبان اهل جنت رو نیاموزن، کلمه رو به شکل درست یاد نداشته باشن ولی انگلیسی فول یاد داشته باشن. به یه اساس هست که می فرماید مدست خود اولادهای خود رو انسان به حرکت می اندازد. به این اساس پیامبر بزرگ اسلام فرمودند یا قوم اطلبوا الجنت بجودكم، ای امت، ای صحابه و ای مهاجرین و انصار، ای مسلمان ها، شما طالب جنت شوید بجود و زحمت و کوشش خود. ما در قبال اسلام مسئولیت داریم. اسلام امانت الهی است که به دست ما قرار گرفته است. ما چرا غافل باشیم؟ چرا به خواب غفلت باشیم؟ چرا ابتکار به دست دشمنان اسلام باشد؟ چرا تمام نقشه ها و برنامه ها به جهان اسلام از طرف دشمنان اسلام طراحی و برنامه ریزی شود و ما غافل باشیم؟ نگه خداوند جل جلاله به ما توفیق بدهد که ما طالب جنت باشیم، که طالب جنت هستیم، ولی به اساس استدلال طالب جنت باشه،
یعنی به اساس زحمات خود و اعمال صالح خود، همینطور که خداوند جل جلاله فرمود انتلکم الجنت و اورتموها بما کنتم تعملون سبحان ربک رب العزة عما یصفون. خب بعد می فرماید هاربو من النار بدون جهدکم، به خاطر که وقتم به پایان رسیده بود جمله اول حدیث مبارک خواندم خدمت شما، ولی جملات زیبای بعدش بماند. جمله اولش این است یا قوم اطلب الجنت بجهدکم، شما طالب جنت باشید توسط زحمات و سعی کوشش خود. و بعد می فرماید هاربو من النار بجهدکم، بگریزید از آتش جهنم، فرار کنید از آتش جهنم توسط زحمات خود. به یقین آتش جهنم رو ما نمیخواهیم، هیچ عاقل آتش جهنم رو نمیخواهد، ولی ناگهانه همون قفلت ها، همون بیتوجهی ها انسان را به طرف جهنم و آتش جهنم میکشه. در بعض صدقات، فضائل صدقات می آید که یک نفر صدقات و خیراتش فقط یک کل صدقاتش خلاصه به یک پارچه پی شده وسکی پی، در قیامت خداوند جل جلالو به منادی حق فرمان می داد که برایش بگو آنچه تو در راه خدا داد یعنی پارچه همیت پکه پیه به همی آفتاب سوزان قیامت سایه بینداز، همون پارچه سایه میشه دور از سوزان آفتاب جهنم حمایه میکند. دیگه ما اعمال صالحه ما باید حمایتگر ما باشه و ما باید حمایتگر دین باشیم. صحبتایم به پایان رسید. جناب محترم محیدین نوری صاحب سرپرست ولایت تشریف آوردن، مزار شما بزرگوارا سخنان دارن، از اونا تقاضا می شود که پای میکروفون تشریف بیارن و صحبت های خود خدمت شما به عرض برسانن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و احترام دارم خدمت همه حضار نهایت گرامی، علما، روحانیون، متنفذین، بزرگان، جوانان. از بارگاه ایزد منان استدعا میکنیم که به برکت این روز مبارک برای همه فرزندان راستین از این سرزمین توانایی خدمت صادقانه را بدهد و صلح سرتاسری را در این سرزمینمان مستحکم بگرداند. ما با استفاده از این فرصت میخواستم روی سه بحث مهم کشوریمان، کوتاه و محلیمان، به ارائه اطلاعات و معلومات برای شهروندانمان بپردازم. اول در مورد گفتگوهای صلح، گفتگوهای صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان با مخالفین مسلح دولت، آنچه به عنوان متصدیان امور حکومتی بر ماست اینه که چنانچه جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان فرمودند هیچ چیزی از مردم خودمان در راستای این گفتگوهای صلح پنهان نکنیم. بدون شک 40 سال جنگ، تنش، سرگردانی باعث از این گردیده که همه ما مشتاقانه انتظار از این رو بکشیم که چه روزی صلح در این سرزمین خواهد آمد. زمانی که 1.5 سال قبل ما به این ولایت باعث معاون ولایت هرات آمدم، وقت پیش از اومد در دفتر جهات ما رئیس جمهور در روند گفتگوهای صلح و تطبیق توافقنامه با حزب اسلامی افغانستان کار میکردم.
آن زمان عمه ما و شما یادم است که زمانی که جناب نایب رئیس جمهور اسلامی افغانستان می‌فرمودند که ما با استراتژی جدید صلح به طرف صلح میریم و این نتیجه خواهد داد، خیلی ها برای ما سخت بود که در ظرف 1.5 یا 2 سال ما به جایی برسیم که گفتگوهای صلح به این پیمانه با هم نزدیک شود. همان وقت بود که تلاش ها برای تغییر شیوه کار شورای عالی صلح، تغییر شیوه کار حکومت افغانستان در قبال گفتگوهای صلح مطرح شد و روی میز گذاشته شد. و اولین نکته که جناب نایب رئیس جمهور اسلامی افغانستان مطرح می ساختند این بود که ما باید اجماع ملی، منطقه‌ای و بین المللی را برای گفتگوهای صلح با وجود بیاریم. و امروز اگر می‌بینیم که از هر گوشه گوشه ای منطقه، ای کشور و ای سرزمین بحث گفتگوهای صلح با وجود می‌آید، همان استراتژی بود که دولت افغانستان پیشکش کرد. البته او دیدگاه مشترک مردم افغانستان است. امروز ما شاهد این هستیم که تلاش‌ها برای رسیدن به توافق و گفتگو جریان دارد. آنچه که بر همه ما هست، چه از حکومتی و غیر حکومتی، چه از نظامی و چه از ملکی، که از روند گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان باید حمایت شود. ما متعهد به این هستیم که ارزش‌های والای اسلامی و دینی و دستاوردهای 16 سال گذشته ایمان که توسعه انکشاف و بازسازی و یک تغییر بزرگ فکری و نسلی است، او رو در روند گفتگوهای صلح حفظ کنیم و دولت افغانستان گفتگوهای صلح در سطح سیاسی کلان در منطقه جهان به پیش ببرد. اما در پایان یک وظیفه مشترک ما مردم داریم، او صلح اجتماعی است. 40 سال جنگ باعث از این گردیده که حتی در قریه های ما خانواده ها با همدیگر اختلاف داشته باشند و می طلبه در کنار این که صلح سیاسی را حکومت افغانستان به پیش می برد، بر متنفذ، عالم، روحانی، بزرگ قومی، معلم، متعلم و تک تک اعضای خانواده های ما و شما است که از شهر گرفته تا دورترین قریه در راستای آشتی مردم کار کنند. اگر گفتگوهای صلح نتیجه بدهد و اینجا یک فضای مساعد ما آماده ساخته باشیم برای صلح اجتماعی، مطمئن باشیم زودتر به منزل مقصود میرسیم. روزانه اگر هر کدام ما در این سرزمین روزانه 2 دقیقه برای موفقیت گفتگوهای صلح و 2 دقیقه برای صلح اجتماعی صحبت بکنیم، مطمئن به این باشین که تغییر بسیار بنیادی در این اجتماع به وجود می آید. ما ناگزیر هستیم در این سرزمین و در این خاک زندگی کنیم، اما عزتمندانه ترین و مقتدرانه ترین زندگی او خواهد بود که ما با عنوان برادران همسان دست هم دیگر بگیریم بدون از در نظر گرفتن قوم و زبان و مذهب. بگذاریم برای سرزمین و برای رسیدن به صلح اجتماعی برادروار گام برداریم و ما در راستای صلح اجتماعی توصیه میکنیم به همه بزرگواران که روزانه کار کنن، گذشت کنن و این پیام را به قریه های ما حتی برسن که ما اگر صلح سیاسی نتیجه بدهد، بدون صلح اجتماعی که در قریه های ماست، نتیجه مثبت و رسیدن به سرمنزل مقصود که همان رفاه و سعادت از سرزمین است سخت می شود. انتظار ای داریم که سیاسیون از سرزمین هم به عنوان یک کشور واحد مستقل، از یک منبر واحد، از گفتگوهای صلح مثل که دیگه دنیا تجربه از او داره صدا کنن و حمایت کنن. ما زمانی که حمایت قاطعانه جواب ماب وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان را قبل از انتصاب به ایسه وزیر امور داخلی در 6 ماه گذشته از روند گفتگوهای صلح به عنوان یک جوان شنیدم، در حالی که خب اکثر اختلافات سیاسی و نظری در موارد نکته نظرات داشتن، نشان از این داد که با یک تعهد صداقت
با تمام دیدگاه های انتقادیش برای گفتگوهای صلح داره و این گفتگوهای صلح برای از او جز منافع ملی و دولتی از این سرزمین است که فقط از یک چینل حکومتی و دولتی افغانستان با محوریت افغان ها که در هر دو طرف باشد این برای ما یک پیاد و یک نوید بسیار خوب میداد. من امیدوار هستم که تمام سیاسیون از این سرزمین از یک پیام و از یک صدا و از یک منبر برای گفتگو صحبت کنند. انتقاداتشان، نظریاتشان سرچشم حکومت افغانستان هست در رحم گفتگو اصول و در مورد انکشافی. نکته دومی که من میخواهم صحبت کنم در مورد هرات است. در حال به ولایت هرات آمده بودم که سال قبل 55% بودجه انکشافی ولایت مصرف شده بود و این در کل از سرزمینی گپا وجود داشت، اما تحت رهبری جناب والی سید اسپق ولایت هرات، جناب آقای آصف رحیمی که یادشان و خاطراتشان در اینجا زنده باد، ما امسال سال گذشته مالی، چون حال اگه چند روز میشه سال گذشته سال جدید مالی ما شروع شده، ما 99% بودجه انکشافی از ولایت را به مصرف رساندیم. تمام پروژه هایی که ما در قریه ها و مسئولی های خود کم و زیاده که با هم دیگر داشتیم اونا در تمام ولایت هرات تطبیق گردیم. معمولا این بودجه های انکشافی ما بیشتر در سطح قریه ها و مسئولی های ما شما هسته بیشتر، ولی در شهر هم هست، اما خب بخاطر این که بحث مدیریت شهروالی و مصرف بودجه شهروالی باز یک بحث کلانی داره که سر از او هم کوتاه صحبت خواهد کرده. 99% مصرف بودجه برای اولین بار در طول 16 سال گذشته اخیر در ولایت هرات نتیجه زحمت کشی تک تک فرزندان شما و خود شما مردم بوده که فضا را در قریه و قصبه مساعد ساختن. ما متعهد به این هستیم که باز هم مثل سال گذشته در سال روان مالی هم در مصرف بودجه و در تطبیق پلان های ما و برنامه های ما مؤثر واقع بشه. ما شاهد بزرگترین پروژه های انکشافی بودیم، از تپی، لاجورد، بایپاس، سرک ایراد زنده جانگوریان، ایراد پشنزرغون و خط آهن فاز 4 گرفته تا کوچکترین پروژه های مکاتب ما و مدارس ما سال گذشته با موفقیت انجام شد. ما برای اولین بار شاهد از این بودیم که دولت افغانستان توانست که راه های بدیلی را برای سرزمین باز بکشاید. یک وقتی اگر دروازه های دو طرف ما بسته می شد قیمت آرد به کجا می رسید؟ ما یادم است، شما ها 100% یادتان است. اما حالا بارها تنش های مرزی به وجود آمد، دروازه ها از یک طرف بالاخره بسته شد و ولی در قیمت آرد تفاوت آنچنانی نیامد. یک نمونه است. چرا؟ چون ما راه های بدیل رو بر روی از سرزمین باز کردیم که اگر یک دروازه بسته شد دروازه دیگر روی ما شما باز است. امروز زمانی که بندر چابهار شامل تحریم های اقتصادی بین المللی نمی شود، نتیجه تلاش های مشترک ما و شرکای کاری ما که همانا هندوستان و جمهوری اسلامی ایران است، این نتیجه مشترک کار ما هم بوده، در اینجا دولت افغانستان هم نقش داشته و الا اگر این شامل می شد خیلی مشکلات دیگری هم برای ما از بود اقتصادی به وجود می آمد. در مورد تپی ما می خواهیم یک چیز واضح بگویم. یک تعداد از دوستان و بزرگواران بدون از اینکه اطلاعات داشته باشند خبر از توقف کار تپی می دهند. برادران آخرین مرحله کار تپی لوله گذاری و کندنکاری است. پیش از وقت دقیقا 6-7 سروی وجود دارد، از سروی امنیتی، محیط زیستی، اجتماعی، سروی خاک، سروی مسیر راه تا ماین‌روبی مسیر راه، اینها همه کار است. اگر کار صورت نگرفته چرا از رسانه ها نشر می شود که در فلانه ولایت 2 تا انجینیر شهید شدن، در فلانه ولایت 6 نفر زخمی شدن؟ پس کار وجود داره که فرزنده از این سرزمین خون خود را می ریزانند. اگر شب در تلویزیون میبینید که انجینیر ما در هرات، انجینیر ما در فرا، در نیمروز، در قندهار، در هلمند شهید میشه، زخمی میشه در این مسیر را، بارها از تلویزیون ها در یک سال گذشته شنیدید، پس معلوم است که کاری هم جریان دارد. طبق جدول زمانی تا همین حالا که صحبت میکنیم کار تپی پیش میره که شامل این سروی های کلان است. اما این که یک هفته بعد پیش میرود یا نمیرود، جدول هست، امیدواریم پیش برود.
به دلیل اینکه تپی یک پروژه منطقه‌ای و نخستین تجربه ما در پروژه بزرگ منطقه‌ای است. که این پروژه شرکای کاری دیگر مثل هند، پاکستان، ترکمنستان و بانک هایی که تمویل کننده این پروژه است و سطح بین المللی وجود داره. ما امیدوار هستم همونطور که تاها میحالا که صحبت بکنیم تپی طبق جدول زمانی پیش رفته در سال آینده هم به می شکل پیش برد. اگر نرفتم میام صادقانه با هم شریک میسازم که این همیت مشکلی وجود داشته تپی پیش نرفته باید داری از او تلاش کنیم. یک وقتی خواب و خیال بود تپی، اما حالا تپی تحقق پیدا میکنه. ما پروژه انکشافی دیگر مثال نزنم. من متعلم بودم سمت 12 که ما از خبرنگارا میشنیدم که سلما 70% کامل شد. من محصل شدم و خبرنگار شدم. اینو چندین جای دیگه هم گفتم. محصل شدم و خبرنگار شدم. من گزارش دادم 3 سال که تپی 70 تا 75% که بند سلما 70 تا 75% تکمیل شده. سخنگوی والی ایراد شدم، سخنگوی وزارت معادن پترولیم شدم، باز هم همو گفت بود که 75% تکمیل است. رود رایش 75% بود که ظرف یک انسان دوره تعلیمی خود خلاص کرد، تحصیل خود خلاص کرد، ماستری خود گرفت، 5 سال روی نظام کار کرد، از 70 تا 75% پروژه تمام نشد. جاکمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان اراده کرد و فرزندان و برادران ما و شما در وزارت انرژی و آب و در اداره محلی ولایت هرات تلاش کردن، دیدگار تطبیق کردن، تپی که عزت مشترک مردم افغانستان است و بند سلما که عزت مشترک مردم افغانستان است، یکی کارش جریان داره، یکی ما امروز از آب از او در دورترین نقطه ولایت هرات استفاده میکنه. مثل از این چندین پروژه دیگر است. بند پاشتان مگر جنجالای مطبوعاتی و از یاد ما رفت. همه ما داد و فریاد میکردیم اما بالاخره نتیجه داده. حالا میبینیم که بند پاشتان کار رو به شدت جریان داره. امیدوار هستم یک روزم در کارش توقف ایجاد نشه تا کمربند سبز ما هم ساخته شده و آب شهر ما هم از اونجا تامین شود. نکته دیگری که برای ما بسیار در مورد توسعه شهر مهم است، شهروالی هرات رو باید حمایت کنه. صفایی خود باید بپردازه. یگانه پول هایی که در هرات به مصرف میرسه پول شهروالی است، پول آبرسانی است و پول برق است. اینا شرکت هستن. هر چی که ما به اینا پول بدیم پس به شهر خودمان مصرف میشه. ما امیدوار هستیم که ما بتانیم که از پول خودمان برای شهر خودمان هم استفاده بیشترتری انجام بدهیم. دیگه پول ها میره به بودجه ملی، اما این سه پول در شهر هرات مصرف میشه و این انکشاف توسعه از شهر را تضمین میکنه. و در آخر ما میخواهیم اینو بگویم که اوضاع امنیتی ولایت هرات و رسیدگی به موضوعات جنایی در شهر از نگرانی های همه ما شماست. ما در بود امنیتی میخوایم بگویم که 9 ماه قبل بعد از یک ارزیابی شما شاهد بودیم که ما به تمام مسئولین های ولایت هرات سفر کردیم به جز بلوان و کشک کنه که او هم پلان ما شده بود. برنامه را راجورد و برنامه تپی شد که دو تا اینا با این جدول زمانی خود نتانستیم سفر کردیم و این زودی ها سفر میکنیم انشاءالله. ما ارزیابی که کردیم جای نوت و ولسوال خودمان رو تغییر دادیم. یک زمان کشک کنه گلران کوسان بغیر از شهرهاش که حالت گفت داره. حتی همین غوریان در استانه سقوط رسید. یادمانه که تقریبا سقوط کرده، سقوط کرد غوریان. زندجان و تهدید بود، گذره و انجیل همچنان. یکی بود امنیتی رو من میخوام بگم. شکر خدا نسبت به 2 سال قبل در این رسوالی ها وضعیت ما بهتر است، اما به جایش به دلیل عملیات هایی که در فرا بسیار شدید اتفاق افتاد و یک مقدار نیروهای ما وزارت امور دفاع و داخله به فرا برد، ما شایده بودیم که به پشتون زرغون و اوبه وضعیت امنیتی متاسفانه به انطوری که ما میخواستیم پیش نرفت و شایده ای بودیم که در 2 مرحله فرزندان عزیز سرزمین شهید شدند. توجه ما هم فعلا روی پشتون زرغون و اوبه هست. دیشب ما با دفتر جهاد ماب وزیر دفاع دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کردم و امروز قرار است با دفتر جهاد ماب وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کنم و اگر موفق شدیم که در یک روز کاری هر 2 ملاقاتی بزرگوار تنظیم کنن برای ما، محتمی به کابل به خاطر موضوعات امنیتی هرات خواهد رفت.
بحث شهر ما برای ما بسیار مهم است. ما میدانیم که این روزها در وارد دزدی ها و سرقت های مسلحانه که منتج به شهادت چند تن از فرزندان ما و شما و برادران ما و شما شد، همه را نگران کرده، ما را نگران کرده. او طور نیست که ما نشسته باشیم و خدای نخواسته اشرافی بر این نداشته باشیم و از کنار از او بگذاریم. ما در هفته اخیر سه بار تا الان جلسات امنیتی خودمان را دایر کردیم و قرار است فردا خاص به خاطر موضوع شهر و قماندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت ملی با هم ببینیم، ارزیابی کنیم مشکلات درون شهری خودمان را. اما در بعد اطلاعاتی انتظار از این دارم که مردم ما امرای پلیس ما همکارتر باشن، بیشتر تلاش بکنن. ما امیدواریم که بتوانیم تصمیم درست در مورد جرایم جنایی که در شهر هرات اتفاق میفته بگیریم و اتخاذ کنیم و هفته آینده را ما با همکاران صحبت کنیم که تمام توجه ما روی این خواهد بود که چگونه بتوانیم اوضاع جرایم جنایی را در شهر هرات کنترل بکنیم. ما امیدوار به این هستم که بتوانیم از ظرفیت موجوده کم و بیش از این شهر برای تامین امنیت شهروندانمان استفاده کنیم. در اخیر ما ضمن قدردانی و سپاس از مردم هرات که در سال گذشته مالی برای تطبیق پروژه های بزرگ و کوچک در دورترین نقاط از سرزمین ما را همکاری کردن سپاسگزاری کنم. ما متعهد به این هستیم که در راستای انکشاف و توسعه از شهر صادقانه خدمت کنیم. عزت مشترک مردم هرات برای ما سپرده شده. ما میخواهیم که این عزت را اگر دو روز بعد میرویم صادقانه و متعهدانه به یکی دیگر از فرزندان عزیز سرزمین تقدیم کنیم، تا این که او با درک مسئولیت این که ما توانستیم خدمت و تلاش صادقانه کنیم با تلاش و صادقانه خدمت بیشتر از ما بپردازد. اما تا روزی که در خدمت گذاری به مردم هرات خداوند عزت و شرف برای ما داشته باشد، یک لحظه در کار خودمان غفلت نخواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور الهداية والإيمان وشرح صدور الذاكرين بصدق التوحيد والإيقان ومن علينا باتباع النبي هادي إلى الحق والبيان وأرشدنا لشريعته وإتباع حكمه وتلاوة القرآن ونشهد أن لا إله إلا الله الخالق الرازق المنان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي خصه بالحب والعفو والغفران صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه على مر الدهور والأزمان خصوصا على سادات ديننا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الرفيع الردي كل واحد منهم لدين الحق معيانا وزهيرا رضي الله تعالى عنهم وعلى الصدقين الطيبين الأمجدين سيدنا أبي محمد الحسن وعدي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما البتول وعلى سائر بنات الرسول وعلى الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين أزواج الرسول رضي الله تعالى عنهم وعلى العمين الشجاعين المكرمين عند الله وعند الناس وهما حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى الذين بايعوه تحت الشجرة وعلى فرق المهاجرين والمجاهدين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار
الواصلين إلى دار القرار رضي الله تعالى عنهم وسلم تسليما كثيرا دائما دائما أبدا بالليل والنهار معاشر المسلمين توصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة المرض قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتطفئ ميتة السوء صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم برادران مسلمان نمازگزاران متدین با توجه زیقی وقت تک دوسو حدیث و چند جمله به ارتباط حدیث بیان میکنین و یک یک مورد دو موردی هم خواست مردم شریف هرات از مقام سرپرست ولایت خواهیم گفت دوستان و برادران مؤمن حدیث مبارکی پیامبر از نشان اسلام یک مطلب یک راهی و یک رهنمودی و یک وسیله گشایشی برای موفق بودن و هدفمند بودن زندگی بر ما بیان میکنه طبیعی است که مسیر زندگی فراز و نشیبای خاص خود خود داره همه انسان ها در هر کجای دنیا این فطرت انسان است که گاهی بخوبن موفقن و مطابق به امیال و خواست و آرزوهای ما زندگی موافق است و گاهی هم نشیبهایی دارن و تکالیف و مشکلات و فشارهای این زندگی است و زندگی همین جور است اما ما از دیدگاه اسلام برای هر لحظه معذره که گاه انسان به بنبست مواجه میشه چی در زندگی خصوصی یا اجتماعی و یا سیاسی و یا حکومتی دین مبین اسلام دینی که واقعا حق است و برای همه چیز حرف داره و رای هر لحر چیز در بسیار ساده و بسیار صریح بیان کرده ما دیدگاه اسلام هم معضلاتی که برای امت اسلام جای پیش میشه قرآن از نشان و پیامبر از نشان اسلام راهای به ما تعیین کرده من جمله حدیث مبارک پیامبر از نشان اسلام به ما ای بیان میکنه که گاهی اگر شما انسان ها به خطا میرین اشتباه میکنین مسیر حق را انحراف میدین خداوند به شما هشدار میده میخواه شما رو بیدار بسازه به مصیبت مواجه میسازه به قحطی به زلزله به اختلاف و نفاق به قتل و قتال که اینا در مجموع میتونین در یک جمله که بگین یعنی دوری از رحمت خدا یا غضب خدا وقتی انسان امومن در چنین وضعیت قرار بگیره این معنی از این است که رحمت خداوند یک مقدار از او طایفه و جمعیت و از او مردم گرفته و اینا در واقع در یک غضب خدای اما پیامبر از نشان اسلام رای حل بیرو شدن از غضب خدا یک راه به ما بیان میکنن که برات از حدیث مبارک میخوانیم ترجمه میکنیم که این صدقت تطفی و غضب رب صدقه دادن برای مساکین و فقرا کمک کردن برای کسانی که نان برای خوردن ندارن برای کسانی که فقیرن برای کسانی که به قول معروف بالپوش آسمان و تحتپوش زمین است وقتی شب به خانه میره چیزی برای خوردن خود و اولاد و عیال و فامیل خود نداره انسانی که انسان‌هایی که خداوند این نعمت را از مال و دنیا برای دنیا داده برای همچون انسان‌های کمک میکنن این تطف و غضب رب این کمک غضب خدا را پایین میاره این حدیث مبارک نشون میده که صدقه دادن کمک کردن خیرات کردن دست فقیر و بیچاره ها و مساکین و هر دم شهیده و یتیما و بیوزنار گرفتن دست از اینار در واقع از بزرگترین اعمال خیر است افضل اعمال نیکترین تا چه
چیزی که رضای خدا رو دنبال داره و چیزی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای برای مهار کردن بحران، برای مشکلات، برای زندگی خود. در جمعه قبل هم گفتیم که در زمستان قرار داریم، برادران مؤمن مسلمان و تجار خیری که از نعمت مال قرآن در دنیا لطف کرده، برادران فقیر خود فراموش نکنن، به این عقیده باشن که به قول پیامبر همین نعمت که خداوند در دنیا داده از این دعای فقیر است، از این زمین سازی برای ثروت و تجارت و رونق اقتصاد و مال ایشان، امنو آه و دعای خیر و همدلی یک فقیر و مسکینی که به موقع هر یک از برادران دیندار و متاجر ما دادن به اساس امنیست. پیامبر از نشان اسلام میگن هل تنصرون و ترزقون الا بدعتیکم. آیا میفهمیم که یعنی نیست نصرت و نیست روزی دادن رونق به تجارت مگر به دعافایکم، به دعای ضعیف و فقیر شما، شما نصرت و یاری داده میشه، مال و تجارت شما وسعت پیدا میکنه، به همراهی و همدلی فقیر و مسکین و هر دم شهید خداوند زمینه رشد اقتصاد برای شما میسر ساخته. امروز که ما در زمستان قرار داریم، خیلی خانواده های هم که واقعا مستحق کمک هم و اون تاجر و برادر متمولی که به نحو چیز داره و میتونه از این بازار از این برای فقرا بیاره، این فرصت بعد بیشترین استفاده بکنه که دست این فقیر رو بگیره و دعای این فقیر رو با خود داشته باشه و همراهی این فقیر و اخلاص این فقیر با خود داشته باشه تا در نامینی از این تجارت از این نق بیاته. ما مطمئنیم که در شهر ما تجار متدینی هستن به دنبال ای هم که کجا یک فامیل واقعا محروم و مستحق باشه و بسیار با عجله به طرف از او میشه تا در نمیده جامعه ما یامیست که به ارزش اسلامی سخت پابند است و تجار خیلی داریم که الحمدلله دنبال همچه قضایی هم که بتونن از فساد استفاده کنن و دعای مظلوم و محروف و معروم و فقیر و مستمندر با خود داشته باشن و به این عقیده هم که دعای از اینا میتونه راه گشا و حل مشکل باشه. و در مجموع همه ما برادران مسلمان که به نحوی داریم که به اندازه استطاعت خود برای دیگران کمک کنیم، امینی است که یک راهی به طرف قضا به خاموش کردن قضا به پروردگار به گفته پیغمبر. از لحاظ علمی اگر صحبت کنیم، امروز ما همطور که جناب معاون صاحب گفتن که بحث صلح یک بحث بسیار حیاتی است. امروز کل ملت مسلمان افغانستان واقعا به صلح آنقدر ارزش میدن مثل آب حیات. صلح هم عادل با حیات، با زندگی، با ادامه زندگی، با زنده ماندن، صلح همه قدر ارزش میدن. اما یکی از راه های هزی که قضب خدا هزی جنگ و هزی ادامه جنگ چهار دهه جنگ تعمیری بر ما امنی است که بستر فروکش قضب خدا رو هر یک ما به نوع زمین سازی کنیم. توی برادر مسلمان که در دکان هستی اگر اغیم فقیر میدانی با یک دادن یک کارسنان یک دهی یک بستی تو میتونی بستر هزی بستر صلح بستر صلح رو میخواد میتونی تا آماده سازی. توی تاجر که به دنبال یک فامیل فقیر و مسکین در سرمای زمستان و توی مسئولین که در بخشهای مختلف مسئولیت داری که آنان که در زیر خیمه های مهاجران یا معتادین که دیگه فقط پناهگاه ندارن جز جاده و کوچه که مسئولیت 100% مسئولین زیرت است که به داد از اینا برسن. وقتی ما همه دست به دست هم بدیم و هایی که به زمینه و بستر صلح آماده سازیم، قبول کنیم که پروردگار قادر متعال مطلق این کسایی که کلید صلح به دست از اینا هست، اونا هم خداوند به شکل از اشکال آماده می سازه که تا به صلح لبک بگیرن و صلح در مجموع دست به دست ملت افغانستان و همه به وجود میاد که به خیر کشور ما و ملت ما و مردم ما و اسلام ما باشه و دست اقراضی که معنی
به وجود آمدن سلم میشه همین خداوند بزرگ دست از اینا میگیره. امروز ما در این آمدن سلم یک سلسله نمانی و صدای پیش روی ما. شما از رساله ها میبینید که وقت بحث سلم داد بشه یک تعداد غیر مسئولانه ترازیم بخش میکنن و به این شکل ذهن مردم هم مخشوش میسازن که آمدن سلم نباید به قمت دستاورده 17 ساله افغانستان باشه. ما میگیم که سلم آمدن سلم عبارت از تضمین دستاورده دینی و اسلامی و قانون اساسی افغانستان است. وقتی سلم به کشور به وجود بیاید دیگه اختطافی نیست. وقتی سلم به کشور به وجود بیاید دیگه فساد اینجوری نیست. دیگه وقتی سلم به کشور بیاید دیگه کشتن بی‌موقع نیست. سلم عبارت از تضمین زندگی خود در کل امت اسلامی در کشور ما. سلم ارزش ها از بین نمیبره. سلم خود از ارزش است و ارزش ها تضمین میکنه. اما کسایی که پرازیت پخش میکنن و سنگندانی میکنن و بگن سلم ارزش های 18 ساله این معنی اگه این معنی باشه که سلم به قمت این باشه که و معنی این باشه که آزادی بی حد دو هست زنها با سر برهنه با دیگری و با زنها برن این ارزش نیست در کشور اسلامی افغانستان. آزادی بیان که به هر کس هر چی بخوان بگن این ارزش نیست. آزادی مطبوعات که هر چی هر فتنه و هر مبتذل در زبان و در تلویزیون رو بیارن این آزادی نیست. این هم نواقف است. سلم یک ارزش ها آزادی انسان هست، حرمت انسان هست، حقوق انسان هست، حیوان هست تضمین بکنه. و ما مطمئنیم که بعد بزرگ مردای دولت ما جرای کسانی که به اصطلاح از این ناحیه ذهن ملت هم میخوان مغشوش بسازن جرای از اینا بگیرن با اینا با استدلال منطق صحبت کنن. مگر سلم به معنی از اینکه دیگه انفجار و انتحار و قتل و قتال دستگیری نباشه. دیگه هر روز از افغانستان جنگ بیش از 250 نفر به هر روز قربانی نگیره. این خیلی ارزش داره که اگر ما جلو این مسئله بگیریم. هر ارزشی داره دوستان و برادران. بحثی که خیلی وقت رو نگذاریم، صحبتی که به نمایندگی از شما مردم ایران از جناب معاون صاحب میخواییم، معاون صاحب بچه حیاتند و ما از اینا بیشتر از دیگر ها انتظار داریم. اینا ایراتی هستند. اینا اون که عالم درد مردم ایرات را درد میکنند. اینا میفهمند که با موسفید ایرات، با بزرگ ایرات، با جوان ایرات، با مرد ایراد و زن ایراد چیگونه باید رفتار بشه. ما تشکر میکنیم از اینا. اما خواست شما مردم و ما از جناب معاون صاحب یه از همون دوری که خود اینا اشاره کردم بزرگترین رنگیر که ما امروز داریم همینی ورگرده های داخل بازار و سرک های و کوچه های مردم ها سخت متأثر ساخته. مردم به سطوع آمدن. شما در همین سوچاری و اطراف مسجمه موتر موبایل، سکر، قطر، صورت میگیره و اینه بعد مهارشه. همینطور این مردم که فردا شنبه شما شورای نظامی داریم. ما مردم ایراد از شما به عنوان نماینده رئیس جمهور و نماینده و کنوکیر ایراد از شما میخوایم که بری شورای نظامی این هفته جمعوری ایباشای دزدای پیسدن کل همزای امنیتی باید شما وظیفه بدن که باید به همین حیطه صلاحیت وظیفهی همین جا خود موظیفه خود باید حداقل همین اوباشا و دوزا و ورگرد و جرائر و جنایه باید بگیرن و کسایی که میگن با حوزهایی که این فعالیت میکنن باید اینا که شما یعنی مکافات بدن اونا تایید کنن اونا تشویق کنن. و این هفته به نام هفته جایگیری از جرائم جنایی، از سکن دوزی، از موبایل دوزی، از متر دوزی این بعد اعلان شد. از مردمان ما میتونیم و میخواییم از رسولان که بعد با دولت با ارگانه امنیتی همکار باشد. مردم
کلن همکارن و ما مطمئنه که اگر حوزه امنیتی با یک پلان بسیار ترتیب شده میتونیم جنابت چند دعایی باشد که باعث اخلال امنیت و سراسیمگی همه محیط میشن شناسایی کنن اونها بمزن بسیار کنن به شرط که یک پلان ما تقاضا معنی است که همین صدای مردم را فردا به شورای نظامی با قومندان و با دیگه ها شریک بسازیم و این هفته به نام هفته جلوگیری و دستگیری اوباشا و آخر هفته به مردم از طریق رسانه شریک بسازیم که کدام حوزه بیشتر فعالیت که در اوباشا و رازمه و جرائم جنایی دستگیری که در ما مطمئنم که مردم را قدردانن و از اینا قدردانی خواهن کرد و شما هم باعث کلون همی حراب از نباد قدردانی کنیم به این شکل ما میتونیم جرائم جرائم میگیریم و اگر ما سخت متاثریم که همین شما همین گفتم که امید همین بحث کوچک زندگی مردم حراب است و مختلی مواجه سخته دیگه هر دور دیست چون وقت کم تقاضا ما از شما همین است که همین به گوش مسئولین و خوشمان به راست کنه دارین برسونیم و ایه به نمش به عنوان شما بلکه به صورت عملی به آخر هفته از طریق رسانه شما باید کل گزارشات و ایدار به این مردم بدیم تا مردم مطمئن جنگ آگر فرزند ایراد در خدمت مردم ایراد آنگی در سوان داره بیش از گذشته به کار می اندازه و آرزو و خواستای همگی معقول مردم ایراد و انشاءالله جنگ آگر بشنه به دوباره کسای از موت استدعای و طلب دعای شفای مریض کردن خداوند به لطف و مهربانی که بر بندگان خود داری مریضای همه مسلمان خوزن که بر ما سفارش کردن شفای عجل این آیات بفرمی الله خدا این مشکلات همه برادران مرفی بسد آنانی که مشکلی دارن یا مشکلی ما حد دفردگارا تو به لطف بزرگی خود مشکلی ما حال بسد آقیلات امور ما همه بخیر بگدن دعای ما و پشتگاه خود قبول بفرما توفیق عمل صالح نصیب بفرما آنچه خیر ماست برای ما نصیب بفرما یا ارحم الراحمین الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير اللهم اهد الاسلام والمسلمين بدعوان شهادة سيد الانبياء والمرسلين اللهم انصرنا نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجل منهم واخذل من خذل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلوا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان فايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى علا وعلا وجل واتم واعظم واكبر صفاح الراس بدين وما الى الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نمازگزاران محترم، بعد از دعا شش جنازه به یک نماز خوانده می شود. الحمدلله رب العالمین و عاقبت المتقین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اللهم حبب الينا الايمان وزينا في قلوبنا وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحم تدافعنا وامن خيفنا وتقبل اعمالنا واصلح احوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا والى الخير مآلنا واختم للسعاده واجعلنا اعز وجلنا ظاهرا بين يديك وحولنا لا يخفى عليك. حمستنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسيرنا على خير ما منا كنا مسؤولين. انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اكف مهماتنا يا كافي المهمات. اللهم اشف مرضانا يا شافي الامراض. اللهم استجب دعواتنا يا مجيب الدعوات. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله برحمتك يا ارحم الراحمين. سپاس را قرار بگیریم آماده نماز جنازه باشیم. شش جنازه به یک نماز خوانده می شود. الله اکبر. الله اکبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق. يا أيها الذين آمنوا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جمعه، روزی که در نماز آن وحدت، یک پارچگی و بیداری امت اسلامی به نمایش گذاشته می شود. دعا
پخش زنده خطبه های جان بخش نماز جمعه مسجد جامع بزرگ هرات روزهای جمعه ساعت 12 از تلویزیون اسلامی نگین القیاس.